سلام دوشنبه 13 خرداد 92 3 جوان 2013 میلادی ابتدا توضیحی رو که قبلا داده بودم و باز عرض بکنم که گوگل اون گروه ایمیلی رو که برای چند هزار نفر روزانه این برنامه با ایمیل ارسال میشه رو به دلیل نامعلومی بسته تو این دو سه روز موفق نشدیم هنوز بفهمیم علتش چیه و چگونه اون رو باز بکنیم به همین دلیل من عذرخواهی میکنم از همه دوستانی که برنامه به دستشون نرسیده این دو سه روز و با ایمیل دریافت میکردن امیدوارم که حداکثر اکثر ظرف یکی دو روز آینده حل بشه در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه آیت الله تاهری امام جمعه سابق اصفهان درگذشت و او که از حامیان جنبش سبز هم بود و مخالف آقای خامنه ای وصیت کرده بود که کنار آقای منتظری دفن بشه آقای شبیری زنجانی یکی دیگه از مراجع تقلید نامه هم به آقای خامنه ای نوشته ولی آقای خامنه ای مخالفت کرده و اجازه ندادند که او در کنار آقای منتظری در حرم حضرت محسومه دفن بشه به همین دلیل هم خانوادهش گفتند که در احتمالا او رو در اصفهان کنار فرزند شهید شدش در جبهه دفن خواهند کرد اگرچه فرزندش هم به روایتی مفقود الاثر بود تسلیتی هم آقای هاشمی به آقای به مناسبت درگذشت تاهری گفته با توجه به اینکه تاهری مخالف سرسخت آقای خامنه شده بود این حرکت رو پارهی تند تلقی کرد نکته دوم اینکه آقای هاشمی در سالگرد آقای خمینی نامه ای رو نوشته که در واقع چکیده این نامه این است که با نکات و تعریف از آقای خمینی و اینکه چه هست و چه ها نیست دائما توی سر آقای خامنه ای زده با تعنه ها و مقایسه هایی که به عمل آورده و بعد هم شاید تندترین فراز این نامه مقایسه است که با داستانهایی که شیعیان در مورد تاریخ صدر اسلام میگن در مورد رفتار با خاندان پیامبر در واقع آقای خامنه ای رو با, با اون داستانها در جبهه مخالف شیعیان مقایسه کرد نکته سوم اینکه نظر سنجی هایی که دو طرف گروه های مختلف یعنی چه کسانی که طرفدار روحانی و عارف و اینها هستن و چه کسانی که طرفدار جلیلی و غالی با غیرو رو هستن اعداد متناقضی رو این روزها نشون میده و نمیشه فهمید که کدوم یکی از این نظرسنجی ها علمیه و واقعا چه اتفاقی میفته سایت های اصولگرا هم این روزها کاملا تقسیم شدن بین جلیلی و قالی و بیشتر نشون میدن که نیروهای بخش از نیروهای سپاه که پشت قالی هستند، با بخشی از نیروهای حزب اللهی و بسیجی که پشت جلیلی هستند در دو جبهه قرار گرفتن همینطور هم این سایت ها اندکی هم در این تیکه پاره کردن سایت های اصولگرا گاهی از آقای ولایتی هم تعریفی هست سایت الف هم مطرح کرده در مخالفت با جلیلی گفته انقلابی های نوپا منظور همین لباس شخصی های رو اصرار عجیبی دارند بر انتخاب ناکارآمدترین کاندیدا که مرادش جلیلی است جامعه روحانیت مبارزه تهران و جامعه مدرسین قوم هم هنوز تصمیم نگرفتند که کاندیداشون کیه با وجود که آقای ولایتی جوری صحبت میکرد قبلا که انگار این جامعت این توی جیبش هستند اما روحانیت مبارزه تهران گفته سه شنبه تصمیم خواهد گرفت آقای علی نجفی هم اظهار نظر کرده و گفته فضای انتخابات هنوز گرم نیست و او و یک شورای هفت نفره مسئول بررسی اعتلاف عارف و روحانی شدند که شنبه آینده معلوم میشه بنابراین میشه گفت این انتخابات بیش از هر چیزی توش بلا تکلیفی داره نشون داده میشه سایت آقای حسن روحانی هم در ذکر واقعه که در جماران اتفاق افتاد از واژه طرفداران فتنه استفاده کرده بود اما خیلی زود اون رو از روی سایت برداشتن آقای احمدی مقدم هم که داروغه شهر این روزها شده عنوان کرده که از همه کاندیداها ما تعهد گرفتیم تعهد دادند که پیرو فتنه نباشن مرادشون جنبش سبز و رهبران در حصر اون موسوی و کروبی و رهنورد آقای حداد عادل هم مطرح کرده که ضرورتی برای اعتلاف دیگه نیست به این ترتیب اون گروه دوی به اضافه یک ظاهرا کسی به نفع کسی قرار نیست کنار بده حسین الله کرم رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب اللهی هم در مشهد دیروز گفته جلیلی 100 صد درصد رای میاره و قطار انقلاب رو به ریلش بر میگردونه. رئیس و سه عضو ستاد آقای هاشمی که الان تعطیل هم شده در سراسر سر, سر کشور در استان کهگیلی و رحمدی دستگیر شدند. آقای رضا توفیقی رئیس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی استان رئیس ستاد هاشمی بوده و رئیس جپه مشارکت استان سید اسکری به همراه قاسم یزدانی و سید اسکر زاده دستگیر شدگان دیگه هستند مصطفی تاج هم از زندان مطرح کرده که رد صلاحیت ها در واقع مهندسی انتخابات بوده و منظور رهبری از قانونگرایی تمکین و تمجید همین مهندسی است که ایشون کرده نکته چهارم اینکه در نقده در واقع در استان آذربایجان غربی کمبود نان به بحران رسیده و اعتراض مردم به آسمون بلند شده نماینده مجلس هم عنوان کرده که آلودگی برنج های وارداتی از هند محرزه و, گفته که این برنج ها در خود هند هم اجازه توضیح نداره. نکته پنجم اینکه آقای احمدی نژاد حکم رئیس سازمان نظام پزشکی رو امضا نکرد و اعتراضی رو که به اون انتخابات و رد صلاحیت داشته به این ترتیب عملی کرده ضمن اینکه سانحه هلیکوپتر ایشون گفتن طوریش نشده ولی سفر خودش به قزوین رو هم لغو کرد و به جای او آقای رحیمی رفت روزنامه ایران هم در دادگاه بدوی با حکم هیئت منصفه محکوم شده و 20 روزم وقت داره فرجام بخواد و گفته میشه که 6 ماه توقیف شده ولی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات ولی معاون وزیر ارشاد تکذیب کرده و روزنامه ایران هم گفته که امروز چاپ میشه اما وزارت اطلاعات هم که داستان شبکه های جاسوسی گرفتنش انتها نداره دوباره عنوان کردی که یک شبکه جاسوسی پر ارز و طول رو گرفته که میخواسته روز انتخابات در ایران بمبگذاری کنه خرابکاری بکنه و این دفعه این شبکه وابسته به یک کشور مرتجع عربی است که وابسته به اسرائیل زمنن این عملیات رو با همکاری بریتانیا داشته انجام میداده و شاخه بهایت در هندوستان این دفعه داستان آقای مسلحی خورده ارز و طولش زیاده نکته ششم اینکه روسیه مانع محکومیت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل به دلیل کشتار در غسیر شد و نگذاشت مطرح بشه درگیری میان حزب الله لبنان و مخالفین سوریه به شرق لبنان رسیده در بعلبک دست کم پانزده نفر کشته شدن یک خودروی بمبگذاری شده در دمشق نه نفر رو به کشتن داده و در قصیر با وجودی که خواستن که جنگ آتش بس بشه تا بشه به امداد صلیب سرخ گفته به کمک زخمی ها و مجروحین برن دولت اسد مخالفت کرده و گفته اونجا رو باید پاکسازی کنیم بعد اجازه ورود امدادگرا داده میشه آقای جان مکین هم که از سوریه برگشته در مصاحبه دیروز عنوان کرد که تعلل ها باعث شده اسد دست بالا رو در سوریه داشته باشه دیگه آقای دنیس راس هم دیروز در مصاحبه اظهار نظر کرد که در واقع دیگه سوریه واحدی وجود نداره و اسد امکان کنترل همه سوریه رو نداره اما نکته آخر اینکه آقای باهنر فرمودند که حضرت آقا از رئیس جمهور شانس نیاوردن اندکی سر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی